واسف لداغ تنزل سنوات خنغاما السلام عليكم وآداب درين واسف لداغ التيم بنا يمبو دي كانغاتي مهمان خصوصي جسو دي فلانغاتي دي كترانسليت بي فلانغاتي آغاي شيخ رجعي صاحب جسو آغاي مشتبه يد اللهي يران كرگل جسو مدد چكسون جو يران كرگل دي کارگیلی ماحول پو گتوک چیسر بسم الله الرحمن الرحیم عرض ادب و وقت بخیر محضر شما خبرنگار محترم آقای عبادی عزیز و همه بیننده هایی که حالا بعدها نسخه تکمیلی این مصاحبه رو نظارگر هستن من مجتبی یداللهی هستم و مفتخرم از این که در رمضان 1443 این افتخار نصیب من شده که در خدمت مردم محترم کرگیل باشم از مردم کرگیل هر چی بگم و از هر زاویه‌ای که بگم کم گفتم مردمی محترم مردمی اهل بیتی مردمی امام حسینی مردمی قرآنی و مردمی که دنبال نشر مکارم اخلاق هستن مکارمی که اخلاقی که از طرف پیغمبر اکرم به اونها رسیده و دنبال این هستن که قرآن تو زندگیشون ساری و جاری باشه من حس سبکبالی دارم تو این منطقه و اصلا و ابدا حس مسافرت و غربت در مسافرت رو به هیچ وجه نداشتم اولا سلام علیکم لو یران عبادی برادر عبادی خدمت الله کسل مولندو متی قاری محترمی فیقوز صحبت زنانا خدای رگزگوی کلاکستون شکر بلو دی چیگی دی سال پینوک ماه مبارک رمضان خدا از دی توفیق پشزده سون کرگیلی مؤمن کنش کل یوم سه قرآن چی کچی قرآنی آیات کنیانونا قرآنی تلاوات باید پی خدا از دی توفیق پشزده شده سالو کسل مولندو نا کرگیلی میندو چشتون مؤمن قرآن لدوش جقن امام حسین لدوش جقن یعنی همیشه اور پیغمبر اگرمی مکارم اخلاق جس نارگنا دیر گسترید پیانوک زندہ دوک اور سادی ساد دعا بیندوک یہ ہمیشہ دیانا چخلا یا انتان ثابت قدم لکھ چیزے رنگا تی مؤمن مؤمنات گنگ ما دی پروگرام پر لفتہ کھان ان گنگ ما زیرندوک سادی ساد دعا بیندوک انشاءاللہ یا انتان قرآن نیم با محشور سن شک کسن مولد نگا کرگی لیا دوکس بیدے جاگ ما کھچیک پولا نگا اصلا احساس غربت منا با بس نگا ری یل نچوخ بسے کرگی لیمی نشیتا نگا زندگی بس آقای جان یارن قاری قرآن انسو کرگیل دیفرون اینو تلاوت به ترس بگا چو که تو کم رو شد شما بچه دارید آقای حسنه خیلی بچه دارن؟ نه ایشون ندارم انشاءالله که در آینده بچه دار میشید و همین دغدغه‌تون خواهد بود ببینید ما تو هر قسمتی که میخوایم ورود بکنیم میخوایم کتاب خون بشیم باید زینت کتاب خوندن رو بچه‌ها یاد بدیم خب مثلا یک دانش آموزی که میخواد تازه عادت بکنه به اینکه کتاب خون بشه سعی کنه مثلا قرآن مصور کتاب مصور بهش بدیم تا اینکه یک محتوای سنگین پیش روش بذاریم این تسهیلگری در محتوا باعث میشه که خب دانش آموز یا کودک ما بتونه ارتباط بگیره روز در واقع اول قرار نباشه سخت ترین کار رو نشون بدیم به کسی که میخوایم چیزی بهش یاد بدیم اگه کتاب میخواد بخونه از کتاب مصور شروع بکنه از قصه های جذاب شروع کنه این من مثالی که آوردم حالا همین رو بیاریم تو فضای قرآنی خب اگه میخواد قرآن رو یاد بگیره بیاد از تزئینات قرآنی خب از قصه های قرآنی که براش یک کوچولو جذابیت داره قصه های انبیا و پیغمبران از اینها شروع بکنیم تا حالا محتواهایی که برمیگرده مثلا به احکام ما به مباحث این شکلی مثلا از زینت صدای خوب استفاده بکنیم و ازش بخوایم که این صدای خوب رو عادت بکنه و گوش بکنه و همه و اینها یک سهولتی درش باشه که برای اون بچه ما سنگین نباشه آره نخواهیم یه روزه مثلا 4 ساعت 5 ساعت صرفا آموزش ببینیم کسل مالندو گامی که آتشی چخصی نسوی کنه که کتاب سیل باید پی که عادت تان نقصه من نکتونگ تان اتامانیست فوتو یاد پی ارده مرده ما نقشه یاد پی شغبون که اون سبشون سخت سبشون لسیل باتون لو دو کلی افشو نه ده کتاب پو دوست چجین چو فروز ده کتاب پلر گلوگ جخ چجین چو یا چونچه چونچه سیتورین داستان اون که بیان بانا
دپروس آینده قرآن دی شغب سیل باید پی کو فکریان لش از این زو کسال مالندوک دیا مثال پو قرآن آین اگر نگان ایرس نگان ایری گشتید پیانو جوانون قرآن طرف لتشویق تان سام نکاتو سنا قرآنی ردمور دمو قصان انبیا کنه قصان زره میگه اوت کن لسنا قرآن باریان خواه سنگینگا دی محبت پر رابطه برقرار چچو اور کسال مالندوک ردمور دمو سکاتی کا زرخانی ده قارینی سکواتون پتان سپرون لا قرآن نیم بود عجین چچو نی دیگه نکو خود بخود قرآن طرف لیون چسین نی دیگه نکو خود بخود قرآنی احکام نا باقی زسناری نا حکم کنی که خود بخود شو قرآن دی یعنی دی چاله دی قصان چاله قرآن الزا قرآن بانکیون چسین در یعنی این یعنی این محتوای متنی رو خب که برای بچه ممکنه سخت باشه تبدیل کنیم به دو تا نسخه تصویری که گفتم قصه های پیامبران و نسخه صوتی یعنی سمعی و بصری. این تسهیلگری که عرض میکنم یعنی این قصه ها بیاد در قالب نقاشی ها که کتاب های هستن تو این فضا و مثلا رو بیاریم به قصه های مثلا صوتی، حالا ما مثلا بهش میگیم پادکست، رو بیاریم به پادکست. البته حالا انتشار اینها و آموزش اینها همه باید توسط یک معلم خوش‌ذوق قول شما مهربان و با انگیزه باشه و معلمی که بتونه خودش رو جای اون بچه بذاره. البته دیون کسل مولندو قصد نیست چه جزین یه رسو قرآنی بکس همین نکتو رده مرده ما نقشه یاد پی قرآنی داستان یاد پی نقشه شعبی کیون تل جانس پلا رده مرده ما سکاد یاد پی قارینی قراعت پانز سناری نکیون دین سکاد یعنی زوم بنا خود با خود میگه آد کن و ده قرآنی طرف لرجوع بچه سین کسل مولندو دیون کیون ما یاد پی نه هم قرآنی ده رده ما سکاد که زرکنون هم آده قرآنی سیتورین داستانون نقشان رو دموست چوس یاد کن بله یک استاد چی روش از این اهل ذوق یاد پی جذابیت چون جذب باید پی استاد چی شنه خود به خود قرآنی طرف لنگتا میگه اتون کیون میان چسی آقای جان یرن دیر کرگیل ویزیت بسیو جو یرن کرگیل ماحول پنا ایرانی ماحول پنو گچو که فرق چطور والا غلوف نمیخوام بکنم من رفقایی که منو میشناسن میدونن که خیلی صریح و راحت صحبت میکنم. این که من گفتم احساس غربت نمیکنم صرفا به خاطر همینه، یه سری تفاوت های فرهنگی داره. خب دیگه اینا لازمه هر کشوری برمیگرده، یک عقبه ای داره، یک پیشینه ای داره، یک تاریخچه ای داره و اینکه فصل مشترک ها خیلی بیشتره، اشتراکات خیلی بیشتره. اینکه همه ما کشورمون دنبال استقلال طلبی هستیم و این روحیه استقلال طلبی و هویت بخشی و وطن پرستی و کشور دوستیه اینجا هم هست، ذیل اسلام محمدی. خب یعنی تلفیق این دوتا با هم، اون سیاسته، اون سیاستی که مردم میخوان منطقه کارگیل در هندوستان یک منطقه خلاصه مستقلی بشود و بتونن مردم تصمیم بگیرن یا نماینده داشته باشن که بتونن حرفشون رو بزنن، در کنار این که بتونن به اون قواعد اسلام هم پایبند بشن و بتونن اون هم رعایت بکنن. من فهم میکنم این دوتا روحیه هست که فصل مشترک ماست. کسل مالندو نتان ایرانین نه یا کرگیلیانو نسکان ایران کران چو کشور بزرگ لغمو چو بزرچه هندوستان کران زبردست هر قسمی فرهنگ یاد پی یول چی چنین اسکی مشترکات مومو تواندو ایرانی مین کنتی زسناری نمقصد چی طرف لکنتان استقلال دک پاید پا چل بد دیانا چخلا هندوستانی می آین که زسناری نا رنگی یول پا محبت جقن رنگی کانتری لی محبت جقن دیانا چخلا یعنی نیمبو رنگ چوس پانستروم سه رنگ منزل و مقصدی طرف لی رنگی کامیابی طرف لی چچاو نسکی زسنارگنا مشترک چیتون. البته ممکنین ایک فرهنگا یعنی کلچر پو الگ الگ دک پید پو زچا تون چاس یعنی الگ کلچر دک پید پو ایرانی نی زچا تون چاس کوران چیک هندوستانی زندگی وکن کنی زچا تون چاس بکوران الگ کلچر چیک اما دیول نسکی میون لیکسین زسنارگنا لیخمو مهمان دوست ساغ زسنارگنا محبت جقر ناتون. آقای جان آخر پی که یه لاست سوال پیده آین جو که یه رس کرگیلی خاص کر یود کن لداخی یود کن لیرنگ
هسکیا دیگه نه بینچه زن چوک جو روانه چچه زن چوک یه رز گچوک مسیش دان خدمت تو عرض کنم که من یک وحدتی دیدم، یک وحدت رویهی دیدم بین جوانه اینجا و مسئولینشون و بزرگترهاشون و یک اعتمادی که هست، پس این اعتماد اون با هم بودن و وحدت شکل گرفته. من آرزوم این هست که و دعام این هست که حتی تو این چند روزم تو خیلی از محافل و جلسات این رو اعتراف کردم و عرض کردم و آخرالامر از همه خواستم که این وحدت رو به هر صورت ممکن حفظ بکنن و اختلافات کلامی کوچیک باعث نشه این افتراق‌ها به وجود بیاد. یه وقت ناخواسته شیطون توی پوست در واقع توی جلد کسی میاد و باعث میشه خدای نکرده سوء تفاهماتی به وجود بیاد. اینجا من فقط خواستم که این جوون‌ها بل اتفاق با جوونیشون، با پر انرژی بودنشون، به اضافه تجربه بزرگترهاشون تلفیق بشه و تجمیع بشه و انشالله کارگیل به یک منطقه تبدیل بشه که در واقع جامع الاطراف هست و در واقع متحد هست. نه کسل ملندو آرزو نتمنا دیاوی ندیک دوکس پیت پیجاقمانیز نسون پینونا کارگیل ارگشتیت من دو سخشتون یعنی سق جوانون چیمین زسپان بسه سق اتحاد نگم با علمان زسپان نگم با قدم لنندو گاجا گاجی گچانا نظم و نظام نیم برده مو بسه کنی جلسات جلوسات کن دو چنه خدای کنن از دعا پا دیابت هزمیشه انتان دی چخص بسه رنگی یولی مینا ثابت قدم لشیک رنگی کسل مولن دوک سادی سات یعنی گا قسمی نتان سو سی باریان چونچه چونچه سپران از بسه نتان سو سو اختلاف نا دیزس نارنگ نا چکاریان ما چا چونچه چونچه سپران لتوجه مبا سق لغسه چیمی چونچه عالم جوان گنگ ما لغسه نن یاری دیر گستید پو گستید به قرآنی گستید باین چسین امام حسینی گستید باین چسین ورنی آرزویت این نتمنان دیایت انتان سق انتان رنگ دنیا تی فرس رنگ من چبی فرس انتان انشاءالله دیلم پنو کامیاب سوش. بہت بہت شکریہ آقای جان رسیری قیمتی وقت میں وقت فی سنگا چند ٹائم تانس پی و السلام علیکم. خیلی ممنون از اینکه وقتتون به ما دادی، خدا پشت و پناهتون. سلامت باشید، ممنون از وقتی که گذاشتید و به شما تبریک میگم به واسطه داشتن یک همچین منطقه بکر و زیبایی و همین زیبایی تو اخلاق همه مردم کرگیل تأثیر داشته و اخلاق ها همه اینجا زیباست. امیدوارم این در واقع زیبایی برای شما بماند و این اخلاق نیک و به جاهای مختلف دنیا هم تزریق بشود انشاءالله. از شما خداحافظی میکنم. بہت بہت شکر ہے لیران تا خدا ارگزگوی کلاکس تون شکر بندو گینتی منطقہ من اردمیک دو گینتی اخلاق کو من اردمو لردمو اخلاق قط دو انشاءاللہ ینتا ہمیشہ دیا منطقہ اردمو سر سوز نین مد پی ہوا پو پاک چو پاک یت پیت پی اور ینتی اخلاق پو پاک پو یت پیت پی خدا ارگزگوی کلاکس تون شکر بسر گیبنا انشاءاللہ دعا پوند یا ہمیشہ ینتا اردمو اخلاق نین بور دمو منطقہ چنو زندگی باید پی نصیب سن شک انتنگام خداوند عالم ارگزگوی کا خدا ارگزگوی سنرین خدا حفیظی بده انتنگام توکل علا مقامی قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔